سلام دوستای عزیز، ما بالاخره به جایی که میخواستیم رسیدیم و این تصاویر را که ما میخواییم برای شما آماده کنیم و تقدیم حضور شما کنیم. این جره به نام راک گاردن میگن یا امو پارک سنگ. ببینیم که این راک گاردن چه قسم جایی است، ما را همراهی کنین و با ما یک جای این تصاویر زیبا و جای زیبا را مشاهده کنین. دوستای عزیز، ما از این غرفه تکت گرفتیم و حالا میخواییم که داخل از این پارک یا داخل گاردن شویم. تکت گرفتیم و حالا میریم داخل گاردن، با ما باشیم. اینجا دروازه دخولی است و میریم به داخل همین پارک. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصاویر میبینین واقعا جای زیباست و واقعا سنگ های گوناگون اینا تزئینی استفاده کردن و واقعا زیبا استفاده کردن. یک دروازه دیگه دیده میشه، از اینجا داخل میریم که از این پیشتر چی چیزای دیگه ای است. باز هم میخواییم یک بار دیگه یادآور شوم که راک گاردن یا پارک سنگی در چندیگر موقعیت داره. ما فعلا در چندیگر هستیم و از اینجا دیدن میکنیم. دوستای عزیز، اقدر این سنگ ها ماهرانه اینجا تزئین شده که معمیال نمیفهم که طبیعی به این شکل بوده یا واقعا تزئین شده. شما میبینین که بسیار یک جای جالبی است. و البته راهنمایی هم شده توسط امو نشانهای راهنمایی تیر زده شده که راه را برای ما راهنمایی کرده که راه کجا است. رسام های نشستن که سکیج میکنن
یعنی نقاشی میکنن، به طور زنده عکس میگیرن. واقعا هنرمندان یا نقاش های خوبی هستن و بسیار با کمترین وقت اینا شما اینجا میشینین، عکس شما را میگیره و آماده میکنه. جایایی هست واقعا دوستای عزیز که آدم فکر میکنه که در یک تخیل است، یعنی آدم خواب میبینه که هیچ قسم جایی بوده. ببینین ریشه های درخت چگونه است. Thank you.
دوستای عزیز، طوری که میبینین اینجا بسیار مقبول جاهایی که ماهی های گوناگونه، البته خیلی ماهی های مقبول است، شما در تصاویر میبینین، نگهداری میشه اینجا و به خاطر تزیین اینجا عظیمی ماهی ها را اینجا نگهداری میکنن. اینجا یک جایی است که دول موزیم نشته است. دول موزیم داخل میریم میبینیم که اینجا چی است. واو، خب اینجا همو فرهنگ و کلچر و عنعنات مردم پنجاب نشان میده، چون مردم پنجاب خیلی علاقمند به کاغذ پران هستند و همچنان لباسای ملی شانه نشان میده. خب یک جای تخیلی را ساختن که توسط اینجا اینا امو کلچر و عنعنات خدا به تصویر کشیدن. واقعا جای زیبایی را ساختن. شما ببینین، من در اول فکر کردم که این چیزی را که ساختن یک خانم است، البته وقتی که پیش آمدم متوجه شدم دیدم که نه خیر، یک گودی است. یعنی و شما متوجه بشین خانم های پنجاب همیشان علاقمند چوری است. فکر میکنم اینجا را به شکل یک بازار قدیمی پنجاب دیزاین کردن که اینجا همو دکانک ها و چیزایی که کارای در دهاتشان صورت میگیره اینجا اینا به نمایش گذاشتن. اینا جالب است، واقعا دیدنی است. خدا کنه که این تصاویر طرف توجه شما عزیزان هم قرار بگیره. دوستای عزیز، ما اینقدر راه های دوره میپیماییم میاییم تا بر شما تصاویر زیبا، جالب و دیدنی را آماده بکنیم. خدا کنه که طرف توجهتان قرار بگیره. پس چینل ما را لایک سبسکرایب بکنین و همیشه تماشاگر چینل ما باشین. ما انشالله تصاویر و ویدیوهای جالب را بر شما آماده میکنیم و تقدیم حضور شما میکنیم.
ببینین این توته های چوری است. توته های چوری که چوری های شکسته یعنی. از چوری های شکسته اینا چیزایی را آماده میکنن و دیزاین میکنن که مردم به خاطر دیدنش میایه و تکت پرداخت میکنن. بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از شما که تا ایدم ما را امرایی کردین و اما تو که برای ما این سفر خوش گذشت، خدا کنه که شما هم از این سفر و از این تصاویری که ما از جریان سفر برای شما آماده کردیم لذت برده باشین. خب من خودم شخصا مهم نیستم، میبینم که مهمان ما از این سفر چی خاطراتی داشته، آیا از این سفر لذت بردن یا خیر. خوب است از خودشان میپرسیم. خانم سیمین، شما همین مدتی که بودری سفر با ما یک جا بودین، خواستیم خاطراتتان رو بپرسیم یا امو برداشت شما را در کل بپرسیم که از این سفر شما چی خاطرات دارین، آیا این سفر بر شما خوش گذشت یا خیر. نگذاریم بله، سفرهای جاهای دیدنی که بود با هم رفتیم، شکر بسیار خوشایند بود و من به خصوص این سفرها رفتم چون که والدیم اینا سابقا اولادای خود به هندوستان به چندیگر به فاکولته درس خواندن روان میکردن. من خاطرات تعریفای که اونا کردیم گفتم که باید دوباره تازه کنیم ببینیم. دیدم اما بعض جاها متاسفانه او چیزی که من چنیده بودم نبود. مثلا لالقله، تعریفای لالقله که میکردن که سنگای قیمتی است که از افغانستان آمده و نقش و نگارای دو همه از سنگ شده و چی، یایی که بسته کرده بودن که ما نمی دیدیم، یایی که گم شده نمی فهم اونا کجا بود. من مقصد از لالقله چیز اونا رو ندیدم، اما باز هم جاهای تاریخی بسیار زیاد و خوب داره هندوستان که جای آمدن هست که آدم ببینه. بله، به هر صورتش نقطه اساسی و مهمی است که آیا ما تانستیم از شما پذیرایی بکنیم یا خدای نخواسته در مهمان نوازی شما چیزی کم بوده، البته اگر شده باشه به بزرگواریتان ببخشین. خواستیم که نظر شما را در مورد مهمان نوازی خود بپرسیم. واقعا یک مهمان نوازی بود که من احساس از این نکردم که یکی از برادرای علی جان یا دیگه قیم جان و یا یکی دیگه اونا باشد. ما شما را برادرم هستیم، یعنی نه تنها برادر هستیم، واقعا تمام راه ما سه ایالت فکر میکنم که رفتیم و می سه ایالت ما پالو هم شیشته بودیم، پیش رو سید پیش رو شیشته بودیم، پیش رو سر فامیل نا شیشته بودن. باور کنین آنقدر خوش صحبتی تیر کردیم، آنقدر بس کردیم، سیاست بود دیگه، تاریخ بود دیگه، درباره هر چیز فکایی بود، بیت خواندن بود. خاطرات بسیار خوب دارم، شکر خدا، از خداوند راضی هستم. خدا کنه شما هم خاطرات خوشی از ما داشته باشه. اگر چیزی شده از طرف ما یا دیدین ببخشید، به بزرگواری خواهش میکنم. دوستای عزیز، خانم سیمین، من واقعا یک خانم بسیار با شهامت شجاع یافتم که یعنی من اصلا احساس نمی کردم که، چون ایره همه ما می دانیم که انسان ها در روی زمین هیچ فرقی ندارن و ما هیچ وقت از نگاه جنسیتی کدام تعصب نداریم، اما در کل من ایتو فکر می کردم که یک مرد در پهلوی من نشسته و روی موضوعات خیلی جسورانه صحبت می کردن و من واقعا از ملاقات با ایشان و از اما سخنهایشان خیلی لذت بردم و واقعا از اندوخته هایشان خیلی آموختم. خب در آخر البته چون امروز بکس خانم سیمین بسته است، با وجود ای که ما خیلی گفتیم که هنوز هم هوای کشور جرمنی سرد است و هندوستان خوب است، میشه که بمانین و
باز هم یک سفر ترتیب بتیم یکان جای دیگه، چون هندوستان اینقدر بزرگ و وسیع است که نمیشه یک بار آدم تمام جایها رو ببینه. دیگه انشالله وعده کردن، گفتن که اگر مثلا ما در اینجا باشیم باز هم خواد بیاین، و اگر جای دیگه باشیم باز هم، چون کو به کو نمیرسه، میگن آدم به آدم میرسه. امیدوار هستیم که باز هم سفرهای جالب و علمی با هم داشته باشیم انشاءالله. البته بله، یک گپ شما قطع کردم. خواهش میکنم. ما به دلیلی بر از اینا گفتن هندوستان آلمان سرد هسته، گفتم فرق نمیکنه، آلمان نمیرم، ترکیه میرم. باز شما ترکیه بیاین امونجا، خانی ما هسته بیاین امونجا، انشاءالله ترکیه رو بر شما نشان بدم. متاسفانه امکانات عزیز بر ما نمیشه که ما برم افغانستان، ما رو با هم یک جایی ببینیم، اما ترکیه رو میتونم بر شما نشان بدم انشاءالله. دقیقا انشاءالله. اول خوش ما دعا بکنین در حق ما و در حق تمام مهاجرین افغانستان که در گوشه و کنار دنیا مهاجر هستند، پناهنده هستند، بخصوص کشور هندوستان. واقعا مهاجرینی که در کشور هندوستان هستند و خیلی بیچاره شدند، چون نبود شغل، نبود تعلیم و درس تعلیم برای فرزندهای خود، و مشکلات اقتصادی واقعا که خیلی مایوس کننده است. در آخر امیر دعا میکنیم که خداوند بالای همه مهاجرین در کال و بخصوص مهاجرینی که در هندوستان البته گیر مانده اند، رحم و روشنی بکنه تا بتانن یک سرنوشت، یک آینده روشنی را برای خود و اولادای خود رقم بزنن. الهی آمین. اما صدیق جان باید بگم که تنها درست جاهای دیدنی تاریخی هندوستان دیدیم، از کلتور و از اون رسم رواجتون هست. ما به درمسال چیز رفتم، گردواره رفتم، او هم خاطرات جالبی بود که از ما چی انتظار داشتن که من چی کارا رو بکنم که اجازه داشته باشم داخل گردواره برم. جالب بود. اما مهم همی است که افغانای ما که اینجا هستن، ژورنالیست ها، با اینا بازم شکر با هم میشینن و دست و کار دارن و کوشش میکنن درد مردم برسانن که از این مهاجرت بیرون شن. ما که مثلا به آلمان یا به امریکا به دیگه شهرها دیگه ممالک هستیم، به فکر از این نیستیم که پس همیال به افغانستان انتظار داریم که یک وقتی وطن درست آرام شوه، اولادا کلان شن، بریم اونجا درست کار کنیم. اما اینا به یک حالت زندگی میکنن که بی سرنوشت هستن. اینا نمیفهمن که یک مابعد چی کار میشه، یک زندگی نامعلوم است، نمیتونن اولادا رو به مکتب روان کنن، نمیتونن یک کاربار زندگی درست کنن. اما باز هم هیچ خود افغانای ما از دست ندادم، لبخند به لبای از اون، از میمون نوازی از اونا رو مهیران، من خود مهیران میمانم از این لطف و محبت و صمیمیتی که اینا نشان میدن در حال از اینکه واقعا به مهاجرت هستن. میاله که اینا ما که اون طرف هستیم مهاجرت احساس نمیکنیم، اما اینا واقعا مهاجر هستن. بنیاد خداوند به حال از اونا رحم کنه، انشالله به خیر به جاهای امن درست برسن. خداوند افغانستان ما رو، وطن ما رو از این جهالت و بدبختی انشالله نجات بده. ما هم بتونیم که بهار نوی به وطن خود امید کنیم و انشالله امیدم داریم بریم ما هم زندگی کنیم، پلانایی داشته باشیم به وطن خود که وطن آباد کنیم انشالله. ما همی آرزو میکنم از درگاه خداوند که دقیقا بیم بخشن. گپ شما را من دوباره قطع کردم. دوستای عزیز، گرچه که خانم سیمین مانع شدن که من باید مورد یاد نکنم، اما به نمایندگی از امو افغانایی که شما دستشان گرفتین و همکاریشان کردین، یعنی جهان، سپاس که شما باز هم در امی موقع هم شما به فکر وطن و وطندارشتان بودین. و چی میگن، امو میگن کم ما و کرم شما، خداوند برای شما اینقدر یعنی نصیب بکنه که شما باز هم بیاین و واقعا کسایی که مستحق هستن دستشان رو بگیرین و با اونا همکاری بکنین. جهان سپاس میکنم از شما. وقت خوش میخوایم، موفق باشین انشالله، حق خود حلال کنید. خواهش میکنم. و همچنان سفر خوش برای شما میخوایم که خانم سیمین دیگه چند ساعت بعد بخیر میریم به طرف میدان هوایی
و بازم سفر خوش برتان میخوایم. امیدوار هستم که باز هم در یکی از جاها و یک چی در هندوستان چی جای دیگه باز هم با هم ملاقات کنیم و همیتو چکرهای خوبی داشته باشیم. وقت خوش به شما همچنان دوستان.